تو آموزش قبلی من الگو سازیه این شمیز رو بهت یاد دادم امروز هم میخوام دوختش رو بهت یاد بدم پس تا یادت نرفته اول اون قلب کوچیک و قرمز کن و بعد بریم آموزش دوختش هم بهتون بگم برای دوخت اول میایم پیلی ها رو میدوزیم ببینید پیلی ها از روی کار به سمت خط مرکزی تا شده من از قبل همه قسمت ها رو چرت دادم ببینید اولین پیلی اینطوری دو تا چرتایی که مربوط به هم میشه رو هم گذاشتم دقیقا باید روی هم قرار بگیره قسمت یقه و بعد میام بهش موقتا سوزن میزنم و هر دو طرفش میزنم که جدا نشه برای پیله دومی اگه یادتون باشه یه بخشی از سرشانه رو درگیر کرده بود ببینید وقتی تا میشه یه بخشش میره داخل سرشانه دقیقا از همون قسمت تا میشه هم روی قسمت یقه و هم روی قسمت سرشانه باید دقیقا روی هم قرار بگیره و بهش سوزن میزنیم بیایم یه دوخت معمولی روش انجام میدیم نگاه کنید این قسمت هم باید روی هم قرار بگیره دقت بکنید یه دوخت معمولی انجام میدیم که فقط محکم بشه اون سمت یقه رو هم همینطوری فقط پیلیهاش به سمت خط مرکزی باید باشه. برای قسمت پیلی جلوی کار ببینید من اومدم از قبل اتوکشی کشی کردم. اون پنج سانتی که اضافه کردم چار سانت برای پیلی بود یه سانت هم زاپاس. اونو میام به روی کار تا میزنم به داخل تا نمیزنم. دقیقا از خطی که باید تا بشه رو من تا کردم به سمت روی لباس. ما حالا به اندازه یه چار سان یا سه سان هر پهنایی که در نظر گرفتید علامت میزنید و دوخت میکنید ما میخوایم یه کاری بکنیم این درز داخل بره هم تمیزکاری یقه انجام بشه هم نیاز به سردوز هم نباشه میتونید از این سمت هم بیایید دوخت بکنید فرقی نداره علامت میزنید هر جایی که اون اندازتون هست و این مسیر رو دوخت میکنید هر دو طرف جلو رو حالا میایم این سمت که قسمت زیر لباس هست رو روبروی هم قرار میده ببینید زیر لباس روبروی هم باشه و دقیقا دو تا درزی که دوختیم روی هم دقیقا روی هم قرار بگیره برای اینکه بخواد مطمئن باشین قسمت یقه رو هم چک بکنید ببینید این مسیر باید دوخت بشه وقتی که دوخت میشه به این صورت باز میشه برای قسمت بالای یقه برای اینکه میخوان یه خورده تای بیشتری بشه این مقدار پیلی رو یه مقدار بیشتر کنید به سمت عقب کشیده میشه این قسمت هم یه دوخت بزنید که پیلی باز نشه اینطوری از داخل کارم تمیزه برای قسمت یقه یه قسمتش رو من لایی زدم یکی رو لایی نزدم این مسیر بالا رو هم دوخت میکنم و آماده میکنم شما میتونید اونی که لای خورده یه سانزا پاسش رو داخل بدید و اتوکشی کشی کنید قسمت اینجا رو هم میتونید دوخت سنگین روی سجاف انجام بدید که راحت برگردونده بشه تا میکنید برمیگردونید و قشنگ اتوکشی کشی انجام میدید دوخت سنگین خیلی کمکتون میکنه برای قسمت آستین هم حالا فعلا یقه رو نگه دارید برای آستین هم میایید پیلی ها رو که به سمت خط مرکزی تا میشه رو تا میکنید و پیلی ها رو یه دوخت می کنید. برای مچی هم دقیقا مثل یقه آماده می کنید به اندازه که دلتون می خواد. حالا مال من اینجا یه مقدار اوریب گذاشتم باشه نذاشتم مستطیل بشه. میام قسمتی که لایه نخورده رو به زیر آستین دوخت میکنم اما قبلش دقت بکنید زمانی که مچی رو میخوایم دوخت کنید ده سانتش رو نباید دوخت کنید بالا رو در آستین میتونید به دوزم ده سانت رو باز بذارید این قسمتش رو از زاپاس رو تا کنید البته سردوز کنید بعد تا کنید و اوتو کشی کنید تا درزتون مشخص باشه و حتما هم سنجاق بزنید سوزن بزنید یه دونه دوتا هر چقدر که نیازه که نگهش داره حالا میام قسمتی که لای نخورده رو از زیر آستین بهش دوخت میکنم از زیر نه از روی پارچه آستین دقیقا باید هم اندازه هم دیگه بشه میام اینو کامل دوخت میکنم ببینید من های سوزن میزنم براتون ببینید این مسیر باید دقیقا دوخت بشه دقت کنید دوختتون طوری باشه که به اندازه زاپاستون باشه اول میایید برای تا کردن این گوشه این داخل رو تا میکنید بعد آستین رو میدید داخل اینطوری تمیزکاریش راحتتر و بهتر میشه حالا میایید دوخت نیش انجام میدید یا اگر دوست نداشتید جای دوختتون باشه مثل من میتونید از پستوز استفاده کنید پستوز قوی انجام بدید که درزش باز نشه این مسیر رو میتونید دوخت رو کار نیش دوز در حد دو میلیمتر فاصله دوخت کنید برای قسمت تاج آستین هم باید خرد بدید و تاج رو بهش وصل بکنید من این رو آموزش رو جداگانه برای شما میذارم که هم نحوه خرد دادن یاد بگیرید هم نحوه وصل کردن به آستین رو چون اینجا وقت زیاد نیست مجبورم اینجا رو خلاصه کنم البته این آموزش رو توی پیج مانتو دوست براتون گذاشتم اگر دوست داشته باشید میتونید تو پیج برید و آموزش رو ببینید برای قسمت یقه من این پیلی ها رو یه مقدارش رو دوختم که تو اتو کشی اذیت نکنه بعد درزش رو باز میکنم پیلی های جلو رو هم که درست کردم برای اینکه یقه رو وز کنم یقه رو که آماده کردیم میایم از دقیقا مثل آستین منتها ببینید من میخوام اینطوری رو یقه وایسه اونی که لای خورده از بیرون مشخص میشه پس من اونی که لای نخورده رو میام از داخل لباس یعنی از زیر لباس بهش وصل میکنم ببینید یعنی من میام اون قسمت از یقه که لایی نداره رو از زیر لباسم از قسمت یقه وصل میکنم چون روی یقه که طراحی میکردیم خط وسط و انتهای یقه رو مشخص داریم میامین رو کامل به هم شفت میکنیم ببینید اینجا دقت بکنید یقه پیلی خورده پیلیش رفته داخل قسمت خط مرکزی دقت بکنید اشتباه نزنید و دقیقا درزتون باید مماس هم باشه و دقت بکنید زپاساتون اشتباه نذارید تا یقه شما در دو طرف یقه هر دو یه میزان باشه پهنای یقه من 3 پس باید این سمت یقه و اون سمت یقه هم باشه رو چک بکنید میام همه اینا رو سوزن میزنم و دقیقا هم روی خطی که باید دوخت بشه نه کمتر نه بیشتر همه جا رو سوزن میزنم به این صورت هم این سمت یقه رو هم سمت مقابل اگر جایی دیدین چین افتاد باز کنید دوباره اصلاح کنید مگه اینکه یقتون بزرگ باشه بعد اصلاح کنید برای دوختش من اومدم چون پارچم ریزش داشت یک ام... کوک زدم که بتونم راحت تر دوخت کنم سوزن دم دستم نباشه برای اینکه دوختتون راحت تر باشه از نقطه وسط به سمت دو طرف دوخت بکنید اینطوری لبه یقتون در این قسمت انتهایی دقیقا سر جاش قرار بگیره و باعث جابجا شدنش نشه کوک زدن دلیلش همینه بیشتر سمت مقابلش هم همینطور از وسط دوخت میکنیم به سمت لبه یقه بعد از اینکه اینو دوختین حتما دو طرف یقه رو کنار هم بذارین چک کنین که هر دو تا یقه سه یه اندازه باشه و یه نقطه به پایان رسیده باشه حالا میتونید این قسمت رو بیاید اتو کشی کنید نکردین هم ایرادی نداره این قسمت از یقه رو که روی کار ما میاد به اندازه زاپاسش تا شده بود یا از قبل تا کرده باشید اتو کنید یا که اتو هم نکردید به این صورت میتونید بذارید موقع دوختم طوری بدوزید که این نیش دوزی که میکنید دقیقا روی دوخت قبلیتون باشه الان که من سوزن میزنم سوزن رو دقیقا جای قرار میدم که دوخت قبلی یقم بوده باشه برای این گوشه ها زاپاس اضافهش رو کم کنید خیلی کم نکنید که پاره بشه جدا بشه و حتما هم میگم چک بکنید که دقیق هست یا نه مال من دقیقا 3 سانته و درست دوخته شده پس میتونم راحت بیام اینو داخل برگردونم ببینید چطور برمیگردونم زاپاس کامل باید داخل بره اول زاپاس خود تنه رو میدم بالا بعد زاپاس یقه رو تا میکنم موقت سوزن میزنم این رو هم میتونید از وسط یقه به دو طرف برید که قسمت لبه یقتون اضافه نیاره یا کم نیاره میام اینجا رو نیش دوز میکنم یا میتونید بیاید پس دوست کنید